سلام، این برنامه چطور ضمیر ناخودآگاه رو آموزش بدیم؟ نویسنده نگین ناطق. مردم از طریق تجربه های زندگی خودشون به بلوغ و آگاهی میرسن، حتی اگه از اونا آگاه نباشن، مثل چیزایی که والدین ما در طول مدت بزرگ شدنمون به ما یاد دادن. اشتیاق، غم، اندوه، رنج، شادی یا حتی نفرت چیزهایی هستن که مثل معلم دائما به ما داده‌های آموزشی میدن. تمام رفتارهایی که در زندگی انجام میدیم توسط ضمیر ناخودآگاه دریافت شده و ذخیره میشن. مثلا اگه در زمان افسردگی دائما رفتار خشونتبار از خودمون نشون بدیم، این عمل به عنوان یک اصل در ضمیر ناخودآگاه ما نهادینه میشه. برای همینه که چیزهایی برای ما تا همیشه باقی میمونه. مثلا همه بچه‌ها در کودکی از تاریکی میترسن، اما در بزرگسالی این ترس از بین میره. اما اگه یک نفر در کودکی توی تاریکی یک آسیب جدی دیده باشه، در بزرگسالی هم همیشه اون ترس رو با خودش داره. این در واقع تجربه‌ایه که ضمیر ناخودآگاه دریافت کرده و برای هر موقع تاریکی از اون استفاده میکنه تا شما رو محافظت کنه. مثلا گوش دادن یه آهنگ یا شنیدن یه کلمه ناگهان میتونه ذهن شما رو به یاد یک واقعه بندازه و حال و هوای شما رو خوب یا بد کنه. پس حالا باید اهمیت آموزش دادن به ضمیر ناخودآگاه رو متوجه شده باشین. باید سعی کنید افکار، احساسات و تفکراتی که برای شما مفیدن رو دائم تکرار کنید تا در ضمیر ناخودآگاه شما جای بگیره. سعی کنید تجربه های عملی مفیدی داشته باشین. به سفر برین، به دیگران کمک کنین، در کلاس های آموزشی شرکت کنین. در واقع هر کاری که در مسیر هدف شماست باید انجام بدین تا ضمیر ناخودآگاه شما اونو به عنوان یک باور در خودش ذخیره کنه و از اون استفاده کنه. شروع آموزش دادن ضمیر ناخودآگاه برای شما سخته، پس سعی کنید از یک روانشناس خوب در ابتدای کار کمک بگیرید. شما کافیه هدفهای خودتون رو به اون بگین و اون هم روش‌های مناسب آموزش دادن ضمیر ناخودآگاه رو به شما آموزش میده. ما به عنوان یک گونه زنده که در این جهان زندگی خودمون رو از هزاران سال پیش آغاز کردیم، نه قوی ترین بودیم و نه سریع ترین. چیزی که ما انسان‌ها رو از دل هزاران سختی و رویداد تاریخی برخلاف باقی موجودات زنده نگه داشته، قدرت تفکر ما بوده. چیزهایی که یاد می‌گرفتیم با هم در ضمیر ناخودآگاه ما جمع میشن و به همراه تفکرات آگاهانه یک ابزار جدید و برای بهتر شدن وضعیت حیات ما رقم میزنه. نقش ضمیر ناخودآگاه در زندگی روتین انسان بیش از 90% و در ایجاد خلاقیت ها به بالای 60% میرسه. همین چیزهای کوچکی که یاد میگیریم، مطالبی که میخونیم و حرفی که با دوستمون میزنیم در ضمیر ناخودآگاه ما به یک اصل تبدیل میشه و روزی ممکنه جون ما رو نجات بده. اگه شما به دنبال کارآفرینی، موفقیت و حتی رسیدن به هدفهای ناممکن هستین، باید بدونین که مسیر چنین راهی فقط و فقط از تقویت ضمیر ناخودآگاه میگذره. ضمیر ناخودآگاه قدرت بی‌نهایتی در اختیار شما قرار میده. برای شما تصمیم گیری میکنه و شما رو به جلو هدایت میکنه. این بخش از مغز نمیذاره شما از هدف دور بشین و دائم شما رو در مسیر نگه میداره. پس اهمیت تقویت اون بیش از هر چیز جانبی برای موفقیته.